سخت‌ترین چیزایی که میتونم بگم به عنوان یه نمونه حلوا هست. امیدوارم هر جای دنیا هستی حال دلت عالی عالی باشه. میام یه مقدار گندم رو پیمونه میکنیم و بعد البته گندم تمیز شده شروع میکنیم به شستنش. گندم ها رو پن میکنیم تو سینی به حالت یه لایه نازک یا تو آبکش. یه پارچه هم میندازیم برای پایدار بودن نمی که میخوایم رو گندم ها باشه که کمک کنه به زودتر جوون زدنش. سبزه هایی که سبز کردیم برای سمنو تا این حد رسیده. هنوز باید بلندتر بشه. اینا هنوز جوونه نزده. امروز گذاشتم تو آفتاب که یکم جوونه بزنه. اینا رو میذاریم برای حلوا. اینا رو میذاریم برای سمنو. سلام دوستان، امیدوارم هر جا هستی حال دلت عالی 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 باشه. یکی از میتونیم بگیم حلواهای سنتی شیراز سمنو پزونی. سمنو، البته میگن شیرازی ها میگن سمنی، اما اصلا اینجوری نیست. شیرازی ها به سمنو میگن سمنو، به فلکه گاز میگن فلکه گاز، نمیگن فلکه گازو و و و و و، اما سمنو رو میگن سمنو. بعضی هایی میگن سمنی سمنی، از این خبرها نیست. ما گندمامون رو 10 روز پیش خیس کردیم، پهن کردیم تو سینی، پارچه انداختیم روش. حالا دیگه میخوایم چرخش کنیم، شروع کنیم به سمنو پختن. من تمام دستوراشو که چه مقدار چی لازم داره تو کپشن مینویسم و و اصلا شکر نمیخواد، چون شیره گندم خودش شیرینه و ما میخوایم شیره های گندمی که الان در میاریم چرخ میکنیم و دو تا حلوا درست کنیم، یکی سمنو یکی حلوای سیان. حلوای سیان هم با شیره جوونه گندم چرخ شده و آرد شده و دیگه دارچین، زنجبیل، قرص کمل و چند تا از داروهای گرم که بازم اسمشون رو تو کپشن می نویسم تو فیلم بعدی براتون درست شده. یکی از حلوای فوق‌العاده خوشمزه، سنتی و گرمه. بریم با هم سمنوها رو گندمامون رو چرخ کنیم. بریم با هم گندمامون رو چرخ کنیم و بعدش شروع کنیم به پخت سمنو، چون زمان خیلی میبره، خیلی هم زدن میخواد. یکی از سخت‌ترین چیزایی که میتونم بگم به عنوان یه نمونه حلوا هست سمنو، چون تا صبح باید بشینن پاش. یه عقیده ای هم دارن که میگن برای که سمنو خوب از آب در بیاد، خراب نشه، افرادی که دور سمنو هستن باید پاک باشن، طاهر باشن، غسل کرده باشن و یعنی سمنو خراب میشه. خیلی اعتقادای دیگه دورش هست، دست حضرت فاطمه میخوره روش و اینا. حالا ما کار به چیا نداریم، اما در کل یکی از سری حلواهای خیلی خوشمزه هست. مردم به عنوان نظری این سمنو رو درست میکنن، افراد رو جمع میکنن، فامیلا رو، تا صبح های دیگه سمنو هم میزنن. از شب که شروع میکنن رو گاز، چون که نباید یه ذره ته بگیره. سمنو هم جز به حلوای سریع ته بگیره و خیلی درد سرای خاص خودشو داره. مغز گردو میکنن داخلش. اونجا میگم 100 نفری جمع میشن و گردو بشکن و هم بزن و دوره هم بگو بخند کردن. یکی از حلواهایی که به عنوان شادی و خبر دادن عید پخت میشه تو ایران، تو شیراز سمنوه. ایشالله هر روز، هر ساعت، هر دقیقه خونتون شاد باشه، هر روزتون عید باشه و هر سال شما سمنو بپزید، چون نذر میکنن. خدا یا این حاجت رو بهمون بده، این کیلو گندم رو نذر میکنیم سمنو میپزیم. لایک کنید، اگه سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید و با لایک و کامنتاتون بهم انرژی بدید.
اول گندمایی که کاشتیم رو میای تکه تکه میکنی. یکم گندمای من زیاد رشد کرد. با همه اینا تک تک بشه که راحت چرخ بشه. یکم آب میزنیم بهش، آب از روش رد میکنیم که اگر گندما نشاسته ای چیزی داره لیز شده باشه از بین بره. بله. با بسم الله شروع میکنیم دیگه. با یه بسم الله الرحمن الرحیم کارمون رو شروع میکنیم. خیلی کار سخته. چون گندما ریشه دارن خیلی اذیت میکنه پشت اون حالت چرخ گوشتی گیر میکنه، باید هی بازش کنیم با سیفتی رو بیاریم بیرون وگرنه چرخ گوشتیمون میسوزه، فشار میاد بهش میسوزه. باید هی چرخ دنده ها رو باز کنیم درستش کنیم دوباره جا بدیم. علاوه بر سخت کار کثیف کاری هم خیلی داره، اینقدر ظرف کثیف میشه. الان گندم رو ریختیم توی پارچه توری مانند، صاف کردیم، شیره اصلیشو در آوردیم و مرتب هم بخوره که تنشه نشه. بعد دوباره شیره چشش کردیم، یعنی شیره اصلی جدا، بعد هی آب زدیم داخل شیرهشو در آوردیم، آب زدیم داخلش تو شیرهش در آوردیم، توی ایجور پارچه ریختیم و هی فشار دادیم اونا رو. او آب دوم و سوم رو ما با گندم قاطی میکنیم. بچه ها از حدودم 6 ساعت اسیر بودم برای آب گرفتن چرخ کردن گندما. هی چرخ من میگرفت، هی بازش میکردم، از پشتش ریشه ها رو جمع میکردم دوباره از اول. بعد به ازای هر 1 کیلو گندم هم 3 کیلو آرد میخواست که من آردا رو کشیدم آماده کردم، حالا بعد تو آب حل کنم بعد از صافی ردش کنم، اینجور راحت تر بودم. معمولا الک میکنن، من الک بزرگ نداشتم، گفتم که آب بریزم تو آردا، آردا رو تو صافی رد کنم دیگه. حالا با ما همراه باشید برای آرد کردن و بقیه کارا. حسابی باید آب بشه، حل بشه، نه باید غلیظ باشه که راحت از تو الک رد بشه. آب زیادی هم میخواد سمنو، چون آردش آرد محلیه زود غلیظ میشه، سبوکدارم هست. دیگه حالا چنگ میزنیم تا صاف بشه، از تو صافی رد بشه. سبوسشو گرفتیم و حالا آب همراه با آرد قاطی شده. اینم نه، اینم شیره گندمه با آب میذاریم رو گاز تا بوچوشه و صفر بشه.
خیلی سمنو پختن سخت بود، خیلی، یعنی باید میتونم بگم سخت ترین حلوای دنیا، خیلی سخت بود، یعنی هنوزم سختیش ادامه داره، چون هی باید هم بزنی، فکر کنم 24 ساعت هم بخوره. زیر دیگه سمنمونو روشن کردیم، چون دیشب آمادش کرده بودیم خیلی تهنشین شد، مجبور شدم با دست ته دیگه خوب بکنم، خیلی سفت شده بود. حالا باید همینجور هم بزنم تا جوش بیاد. نیم ساعت مونده که سمنمون سفت بشه داخلش گردو میریزیم و دیگه همش میزنیم تا سفت بشه. الان خیلی دیگه سمنو سفت شد و میذاریم در حالت دمکشی، میذاریم روش و میذاریم چند ساعت بمونه تا او شیرینی که لازمه به دست بیاره. ایشالا سال خوبی داشته باشید، همیشه جشن و شادی داشته باشید و با لایک و کامنتتون به همون انرژی بدید، نوش جانتون برای دوستاتونم بفرستید، حتما حتما دوست دارن که یاد بگیرن چجوری سمنو درست کنن.